میخوام به شما به مطالعه روزانمون با دکتر والد لاریمور خوش آمد بگم کتابش برای شما چنان باعث برکت خواهد بود ده ملزومات برای زندگی سالم ما برخی اصول و برخی حقایق در اون کتاب رو مطرح کردیم و فکر میکنم امروز چیزی داریم که برای شما بسیار مفید خواهد بود ما درباره روابط صحبت میکنیم و میدونم مردها مبارزه میکنند، مخصوصا با روابط والد میخوام به جایی که دیروز صحبت میکردیم برگردیم ما در مورد مربیگری رابطه و مسئولیت صحبت کردیم چه نقشی روابط گذشته در روابط حال آینده بازی میکنن به عبارت دیگه اگه یک مرد رابطه خوبی با پدرش داشته باشه من آماری رو شنیدم اخیرا که 95 درصد مردان در زندان رابطه گرمی با پدرانشان ها نداشتن کمی در این باره صحبت کنید روابط گذشته که روابط خیلی بدی بودن می توانند مضر باشند نه تنها فقط در سراسر عمرمان بلکه با توجه به کلام از نسلی به نسلی گسترش خواهد یافت شرارت از پدر به نسل چهارم گسترش می اگر ما نتوانیم به عنوان مردان استراتژی ایجاد کنیم که این چرخه را بشکنیم آن ادامه خواهد یافت دو چیز حیاتی در شکستن این چرخه وجود دارد شماره یک ببخشیم کسانی را که در گذشته به ما صدمه زدن که آن خشم را و آن بدبینی آن تلخی آن نبخشیدن را هم نکنیم به خاطر اینکه در هر رابطه ای که داریم ساکن می شود اگر نتوانیم آن چرخه را بشکنیم جالب این است کتاب مقدس می گوید خداوند فقط ما را می بخشد. به اندازه ای که ما کسانی را که به ما صدم زدن ببخشیم و سلامت و رو روانی با بخشش شروع میشه رابطه سالم در بخشش متمرکز شده که در سلامتی عاطفی و سلامتی فیزیکی نیز تاثیر داره حالا برای یک مرد ممکن است سخت باشد به تنهایی انجام بدهد گاهی اوقات طول میکشد تا یک مربی عاطفی یا روابط داشته باشد یا ممکن است یک شبان حرفه باشد یا مشاور مسیحی باشد ما در مورد روان درمانی مداوم صحبت نمی کنیم بلکه کسی که بتواند به شما کمک کند از مانع نبخشیدن دیگران عبور کنید سپس در بهبود یا در سالم سازی روابطی که شما دارید سرمایه گذاری کند من یک گروه مردان رو ملاقات می کنم یکی از آن اعضا یک مرد مسنتر است اون احساس محکومیت کرد در رابطه با پسرانش او در این رابطه سرمایه گذاری نکرده بود اون دیکتاتوری عمل میکرد اون پدر بد و خیلی عصبانی بود و این کار اون باعث شده بود که رابطه بین اون و پسرانش شکسته بشه منحل بشه اون تصمیم گرفت اون رابطه رو ترمیم کنه رای که اون انجام داد سامی این بود که به پیش اونها پرواز کرد میخواست قهوه بخوره با اونها و میخواست اعتراف کنه که به اونها ستم کرده و از اونا خواست او رو ببخشم اون گفت من لیاقت بخشش شما رو ندارم ولی میخوام که شما بدونین من پشیمونم حتی اگه شما من رو نبخشین و از شما عذرخواهی میکنم و از شما میخوام که منو ببخشین هر دوی اون پسرها پسران میان سال گریستن عشق ریختن و قادر بودن پدر خود رو ببخشن و این رابطه رو دوباره روش سرمایه گذاری کنن حتی اگه زمان کمی باقی مونده بود تفاوتی در سلامتی جسمی شاطفی و رابطی و ساخته شد من میخوام از شما سوالی بپرسم که ما رو به مرحله بدی عبادت ما هدایت میکنه پدر من با ما نبود نه به خاطر طلاق بلکه به خاطر مریضی او بیشتر از اون که در خونه باشه در بیمارستان بود وقتی که من ازدواج کردم پدرم فوت کرده بود من این چیز رو داشتم یک خانواده داشتم نمیدونستم چه کار کنم نمیدونستم چگونه با خانوادم برخورد کنم نمیدونستم چطور یک پدر باشم اما از رابطم با پدر آسمانیم استفاده کردم و شروع به مطالعه پدریش کردم اون زمینه تدریس من بود آیا میتونید در مورد اون صحبت کنید؟ آیا شواهدی هستن که بتونه کمک بکنه یا نکنه؟ آیا مردم دیده غلطی از خدا دارن؟ چگونه اون اثر داره؟ خب اگر ما دیدگاه اشتباهی از خدای پدر داریم می تواند هر نایی از زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داد آن یکی از راههایی است که سلامتی روحانی بر سلامتی رابطه عاطفی و جسمی تاثیر می گذارد خواه از طریق مطالعه کلام خواه از طریق خواندن کتاب مردان دانا که در این زمینه نوشتن تا درک درستی از پدر آسمانی به دست بیاوریم و سپس پدر زمینی من را که به ما صدم زده است رو ببخشیم من از بعضی خواستم نارضایتی از پدرشون رو بنویسن و بعد یک پروسه بخشش رو برای اون طی کنن حتی اگه او زنده نباشه و بعد آن لیست از نارضایتی ها رو بسوزونین تا اونها رو تبدیل به خاکستر کنیم و در گذشته بگذاریم بعد در روابط به پدر آسمانی من رو به جلو حرکت کنیم و از او بخوایم تا اصول خود را از یک پدر خداپرست شوهر خداپرست رئیس خداپرست کارمند خداپرست و یک همسایه خداپرست بودن تعلیم دهد و با او اجازه دهیم تا در هر یک از روابط ما نفوذ کند تا که او را به طور شیرین و عمیقتر بشناسیم و در روابط ما با دیگران شبیه او شویم بیاین این بحث رو فردا در عبادت روزانهمون ادامه بدیم چیزهای بسیاری هستند که باید در نظر بگیریم مشتاق دیدار فردا هستیم و به جنبه روحانی سلامتی اشاره میکنیم